در کشور ما باغ‌های میوه یکی از مهمترین اجزای بخش کشاورزی محسوب می‌شود. بنابراین در توسعه و بهره برداری آنها باید از اصول علمی کشاورزی استفاده شود. یکی از این اصول انتخاب صحیح پایه مناسب و سازگار با رقم پیوندی است. در این روش گیاهی که ریشه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به شرایط نامساعد خاک، تغییرات آب و هوا، آفات و بیماری‌ها مقاوم است، پایه نام دارد. و رقمی که تاج درخت است، پیوندک نامیده می‌شود. پایه‌هایی که از آن برای توسعه باغ‌های میوه استفاده می‌شود، دو دسته است. یکی پایه‌های بذری و دیگری پایه‌های رویشی. سالهای گذشته از پایه‌های حاصل از کشت بذر برای احداث باغ استفاده می‌شد که این کار معایبی دارد. در این روش علاوه بر اینکه درختان دیر به بار می‌نشینند، هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت زیاد شده و برای باغدار مقرون به صرفه نیست. درختانی که منشأ بذری دارند، صفات و ویژگی های آنها نسبت به درختان والد متفاوت است. همچنین صفات و ویژگی های نامطلوب درختان والد از طریق بذر به نهال منتقل خواهد شد. بنابراین کیفیت محصول و افزایش آن تحقق نمی‌یابد. متخصصان و کارشناسان علم کشاورزی استفاده از پایه‌های رویشی را به جای پایه‌های بذری برای تقویت و انتقال ویژگی‌ها و صفات مثبت به نهال‌ها ضروری می‌دانند. یکی از برنامه‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی شده و دارن کار می‌کنن، تولید پایه‌های رویشی درختان میوه هست که در پایان برنامه‌های پنجم بایستی باغات جدید الاحداث روی پایه‌های رویشی به مراتب زیاد بشه و از باغاتی که روی پایه‌های بذری اهداث شده کاسته بشه. هدف این هستش که ما بتونیم باغاتی رو اهداث بکنیم که باغات متراکم و پربازدهی باشه. کوچک بودن حجم ریشه درختان میوه با پایه‌های رویشی ایجاد باغ با تراکم بالا را امکان پذیر می کند. به عنوان مثال باغدار می تواند در یک ردیف به جای کاشت 10 درخت 15 درخت بکارد. بدین ترتیب محصول بیشتری برداشت می کند. از همه مهمتر باعث میشه که ارتفاع درخت یه مقداری کاسته بشه، کم بشه و ارتفاع کوتاه باعث میشه که تعداد تراکم بوته در واحد سطح بره بالا و کلیه عملیات زراعی از جمله هر تربیت، هرس، برداشت میوه، مبارزه با آفات و بیماری ها به راحتی انجام بشه. تکثیر پایه اهمیت زیادی در بخش تولید میوه دارد، چون برای احداث یک باغ خوب باید از پایه‌های بسیار مرغوب، اصیل و مناسب استفاده شود. در کشور ما تکثیر پایه‌های رویشی سیب با وارد کردن پایه از کشورهای خارجی شروع شد و در حال حاضر در این ایستگاه تحقیقاتی 5 نوع پایه رویشی تکثیر می شود. در کنار پایه‌های خارجی ما پایه‌های پاکوتای محلی رو داریم، مثل آزایش، مثل سیب گل، سیب مربایی و سیب گمی الماسی که در حال تحقیق بر روی این پایه‌ها هست. پایه‌های رویشی به روش‌های مختلفی تکثیر می‌شود. یکی از روش‌های تکثیر پایه‌های رویشی خوابانیدن است. در این محل محققان برای تکثیر پایه‌های رویشی از روش خوابانیدن کپه‌ای استفاده کردند. پایه‌های رویشی در خزانه مادری به فاصله‌های 30 سانتی‌متر از هم کشت می‌شوند.
کشتی که انجام دادیم اول بهار کاری که انجام میدیم میان سربرداری رو انجام میدیم روی بوته، 1 سانتی متر بالای خاک رو سربرداری میکنیم. سربرداری که انجام دادیم خب تولید شاخه های مختلفی رو خواهد کرد. به طور متوسط از هر بوته یه چیزی حدود 10 تا 12 تا قلمه ریشه دار ما میتونیم در آینده جدا بکنیم. این شاخه ها رو اجازه میدیم که رشد بکنه. ارتفاع شاخه وقتی که به 10 تا 15 سانتی متر رسید میایم یک خاکدهی رو انجام میدیم. غالبا ما کل عملیات داشت رو در طی فصل رویش گیاه انجام میدیم و نهایتا از اواخر آذر ما میتونیم با ریختن خاک از اطراف بوته و نمایان شدن ریشه ها قلمه های ریشه دار شده رو از پایه مادری جدا بکنیم. پس از خزان پایه ها در باغ مادری قلمه های ریشه دار شده رو از پایه ما جدا میکنیم و به خزانه انتظار منتقل میکنیم و در خزانه انتظار میمونه تا از نظر رشد به حدی برسه که بتونیم روش پیوند بزنیم. و غالبا پیوندی که توی خزانه زده میشه پیوند خواب هستش که تو اواخر مرداد و شهریور ما ارقام تجاری رو رو پایه های رویشی پیوند میزنیم. پایه بعد از اینکه پیوند خورد به حالت خواب پیوندک میمونه و در اول اواخر اسفند و اوایل بهار سربرداری صورت گرفته و رشد پیوندک رو ما شاهد هستیم. اگرچه هزینه های اولیه ایجاد باغ با استفاده از پایه های رویشی در مقایسه با پایه های بذری بیشتر است، اما افزایش عمل کرد، افزایش کیفیت محصول، صرفه‌جویی در منابع آب و خاک، کاهش مصرف سموم شیمیایی و بالاخره کوتاه شدن زمان برداشت محصول بهترین دلیل ها برای جایگزینی پایه های رویشی به جای پایه‌های بذری است. با توجه به گسترش سطح زیرکش درختان میوه حسدات در سطح کشور و استان خراسان رضوی، استفاده از پایه‌های رویشی پاکوتا در باغات گیلاس، هلو شریل، زردالو و آلو از اولویت‌های بخش تحقیقات باغبانی و وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشه. به همین دلیل بخش تحقیقات باغبانی با همکاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر اقدام به تکثیر و تولید برخی از پایه‌های رویشی درختان میوه هسته‌دار که درصدی از اونها از سال‌های سنوات قبل وارد کشور شده بودند نمودش. یکی از روش‌هایی که در تکثیر رویشی برخی از گونه‌های صخره‌زا کاربرد دارد استفاده از روش خوابانیدن هوایی است. پس از ریشه دار شدن این پایه‌ها ما اینها را از گیاه مادری جداسازی می‌کنیم. همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید تعداد قابل توجهی ریشه روی این پایه ایجاد شده. بعد از جداسازی از گیاه مادری اینها به خزانه انتظار انتقال داده میشه و در واقع مراحل بعدی کار روی اینها انجام خواهد شد. ما از این تکنیک استفاده کردیم برای گونه‌های محلبمون که از سایر روش‌های تکثیر رویشی یعنی بحث قلمه، خواباندن کوپه‌ای قابل تکثیر نبودن استفاده شده و به این روش میتونه در کوتاه مدت در مواقعی که ما تعداد محدودی نمونه گیاهی در اختیارمون هست به عنوان یک روش مد نظر قرار بگیره. امروز تکثیر پایه‌های رویشی با استفاده از روش‌های پیشرفته آزمایشگاهی نظیر کشت باف نیز امکان پذیر است. برخلاف روش‌های سنتی و متداولی که ما برای تکثیر درختان میوه پایه‌های درختان میوه استفاده می‌کنیم که در محدوده زمانی خاصی می‌بایستی پیوند انجام بشه، در محدوده زمان خاصی می‌بایستی قلمه تهیه بشه و یا سایر روش‌ها بسیار وابسته و عوامل محدود کننده جوی تاثیرگذار هست، در روش کشت باف در این تکنیک در واقع تولید میتونه در طول سال انجام بگیره. تولید پایه‌های رویشی درختان میوه به روش کشت بافت قصه تولید گوسفند شبیه سازی شده است. یعنی یک سلول می تواند
خصوصیات ژنتیکی را به نسل بعدی منتقل کند. بنابراین پایه‌های روگشی دقیقاً با ویژگی‌های درختی که از سلول آن به وجود آمده‌اند یکسان هستند. از سال 1384 پروژه دستیابی به پروتکل تکثیر رویشی پایه پاکوتاه گیلاس گیزلا که یکی از پایه‌های پاکوتاه متداول و روز دنیاست در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته. در حال حاضر پروتکل تکثیر این پایه در این مجموعه مشخص شده و ما در حال تکثیر انبوه و تجاری این پایه برای در اختیار قرار دادن اون به تولید کنندگان نهال و باغداران و پرورشندگان گیلاس در استان هستیم. تکثیر پایه‌های رویشی به روش کشت بافت مراحل مختلفی دارد. ابتدا در اتاق مخصوصی محیط کشت آماده می شود. در اتاق استریل و زیر هود لامینار نمونه های گیاهی در محیط آماده شده کشت می گردد. از مزایای تکثیر از طریق کشت بافت گیاهی تولید انبوه و سریع نمونه های گیاهی است که ملاحظه می فرمایید یک اکسپلنتی که ما داشتیم بعد از گذشته 3 هفته به تعداد قابل توجه نمونه تبدیل شده و در یک آزمایشگاه کشت بافت این شرایط برای تولید انبوه اینها فراهم است. نمونه های گیاهی پس از کش در اتاق استریل به اتاقک رشد منتقل شده و در شرایط مناسب از نظر نور، دما و رطوبت نگهداری می شود. در واقع در اتاقک رشد شرایط بهینه‌ای رو برای رشد نمونه گیاهی فراهم می کنیم. حالا بر اساس ترکیباتی که در محیط کشت استفاده کردیم این نمونه های گیاهی ما میتونن به مرحله شاخزایی یا پرولیفریشن و یا بر اساس نوع هورمون هایی که ما استفاده کردیم نمونه های گیاهی رو میتونیم به سمت تولید ریشه یا تولید ریشه در این نمونه ها ایجاد کنیم. به عنوان مثال در تصویر ملاحظه میکنید که اکسپلنت ما در بستر یا محیط کشت قرار گرفته که شرایط ایدئالی رو برای ریشه زایی در اون فراهم بوده. نمونه های گیاهی در این شرایط تولید ریشه های کافی کردن که در مرحله بعد ما اینها رو به محیط بستر مناسب انتقال خواهیم داد. نمونه های گیاهی بعد از گذراندن مرحله ریشه زایی به اتاقک سازگاری منتقل می شوند. در این اتاقک نیز شرایط مطلوب برای گیاه فراهم است. پس از اینکه شرایط بهینه برای گیاه برای آداپته شدن با هوای آزاد و محیط طبیعی فراهم بشه این نمونه ها رو ما انتقال میدیم به داخل گلخونه و پس از اون به زمین اصلی انتقال داده میشه. امیدوار هستیم که در سالهای آینده درصد قابل توجهی از پایه های ارقام درختان میوه از طریق این روش در کشور تکثیر بشه به دلیل در واقع مزایای زیادی که در این روش وجود داره و کشور ما به عنوان یکی از قطبای تولید کننده و صادر کننده ارقام و پایه های درختان میوه در آینده نشاندان دور مطرح بشه.